بگیرید که زمان برگرده به سال 57، یعنی همون دورانی که شما نخست وزیر بودید در ایران و خمینی قصد بازگشت داشت. اگر این دوباره تکرار بشه، سوال من اینه که آیا شما دوباره همون اعمال دموکراتیک رو انجام میدید که اون زمان انجام دادید، یا اینکه کار دیگه خواهید کرد؟ من معتقد هستم که آدم فرصت طلب و اپورتونیست با آدم اصولی همین فرق داره. یک اصولی است که باید در ایران پیاده بشه و اون دموکراسی است. نداشتن دموکراسی مردم را وادار کرد که به یه شیادی مثل خمینی گوش بدن. اگر به من هم فرصت داده بودند، به ما فرصت داده بودند، به مردم ایران آزادی حداقل داده بودند، کسی گوش به خمینی فرا نمی‌داد. مردم ایران به حساب نیامدن، یعنی رأی ملت، حتی الیت ملت، برگزیدگان ملت به حساب نمی‌آمد. از این جهت من با علم و اطلاع اینکه روزهای اول بسیار دشوار خواهد و خشونت شاید متاسفانه لازم باشه، این را تکرار میکنم، متاسفانه، ولی از همون روز اول باید قدم‌های در جهت دموکراسی، یعنی شرکت دادن مردم در اداره مملکت داده بشه. هر کس این کار را عملاً، نمیخوام بگم اشخاصی که جنایتکار بودند در ایران و حالا همه سوسیال دموکرات شدند در خیابان شانزلیژه یا در هایت پارک لندن یا در همون طرفای لس آنجلس شما که متاسفانه همه اشخاصی اونجا هستند ایرانیان دموکراتی نیستند، حتی ضد دموکراسی هم هستند متاسفانه. در هر صورت اون چرا که بنده میخواستم عرض بکنم، اگر صد مرتبه من برگردم به ایران خدای نخواسته و عمرم میدارم 30 دفعه تکرار بشه، بنده باز خواهم گفت همونطوری که گالیله گفت هر چی میخواد بگید زمین میچرخه، خواهم گفت که دموکراسی تنها راه نجات ایرانه، هر قدر مشکل باشه، هر قدر دشوار باشه و هر قدر که ما ناپخته باشیم، ولی باید شروع کرد از یک روز، از یک جا. و این را من دارم که از کجا شروع کنم. هیچ لزومی نداره که روز اول ما انتخابات آزاد سراسری ایران هم محال بیدم، بچه که نباید باشه، نه، ولی میشه دهات رو آزاد گذاشت که کت خدا داشته باشن، که سازمان امنیت نیاد بگه فرمودن ایشون هم حاج من جعفر یا حاج من باقر هر کی میخواد باشه باشه، به من و شما چه تأثیری داری که این باشه یا او باشه؟ بایستی به مردم آزادی بیان داد، اما باز آزادی کلاشینکوف خیر، آزادی کوکتل مولوتوف خیر، آزادی ساختن بمب خیر، آزادی بیان، آزادی تشکیلات سیاسی در چارچوب قانون. ولی این کارو باید کرد و این عمل اگر نشه دوباره در اختفاست و همون بازیه که پیدا شد. یه دهی که مأیوس شدند وقتی که این درها همه بسته شد و این دود توی اتاق پیچید، شما از پنجره هم خودتون بیرون میانداشید. پس معتقد به این نیستید که اگر خلاف اون شما انجام داده بودید پیشگیری میشد از اینکه ملایان قدرت رو به دست بگیرن؟ من تعجب میکنم تمام دستگاه ایران، تمام فلج بود، تمام اعتصاب بود، تمام ارگانهای مملکت ما به حالتی در آمده بود که اصلا قابل تصور نیست برای شما بعد از 7 سال. فقط یه آدمی شرح کنم، شاید لغت را نتوانم به آسانی بگم، دل به دریازنی ممکن بود یه همچین مسئولیتی در اون جریانات قبول بکنه، معاذ. و این رقم و عدد از همون روزنامه‌های تحت کنترل آخوندها هست. وقتی برای قانون اساسی ما شروع به تظاهرات کردیم، هفته اول 5000 نفر بودیم، آخر همون ماه 150000 نفر. و اگر خائنینی که بیطرفی ارتش را اعلان کردند و اکثرشون هم خیلی صحیح و سالم همون طرفای شما و این طرفای ما راه میرند، اگر اینها نبودند و این جریان ادامه پیدا میکرد، آخوند، گروه آخوند به طور کلی پشت میز مینشست و با دولتی که اون نقاط ضعف شریف امامی ها و غیره را نداشت مینشست به صحبت کردند.
اون چرا که ملت ایران در مدت 25 سال خواسته بود و بهش ندادن، من شروع کردم و بهش دادم. میگه این ایراد نیست، بنده هیچ قمارخانه را اداره نمی کردم که بعد بگم من بستم قمارخانه. صریح و صدیق حرفی که 10 سال، 15 سال، 20 سال زده بودم باز تکرار کردم. و اینه عرض میکنم حضورتون که قدرت عظیمی که در یک آدم هست ایمان اون آدم. اگر شما ایمان داشتید به قول معروف کوه را بلند میکنید، ولی اگر ایمان نداشته باشید هیچ به درد نمیخوره این کار. امیدوارم که دوستان خارج از کشور ما اقلن حالا که در داخل نمیتوانیم با تلویزیون باشن صحبت بکنیم این را متوجه باشند که باز اگر من برگردم مسئله دموکراسی اولین کار و تنها راه نجات ملت ایرانه. به حساب آوردن ملت در اداره کردن ملت، این معنای دموکراسی و تحمل عقیده مخالف. خیلی دکتر بختیار، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به من و تلویزیون ایرانی هم دادید. خیلی خیلی متشکرم که شما این فرصت را به بنده دادید که با هموطنان دور چند دقیقه صحبت کنید. خواهش می‌کنم.